بدین در نه پی حشمت و جاه آمده ایم، از بد حادثه اینجا به پناه آمده ایم. رهرو منزل عشقیم و ز سرحد عدم تا به اقلیم وجود این همه راه آمده ایم. کوچ ایرانیان. با درود فراوان به شما، امروز نیز چون هفته های گذشته نگاهی داریم به تابستان داغ سال 2015 اروپا. می دانید که شهر پاریس از دوران بسیار دور در فرهنگ و تمدن جهانی بی اندازه نقش ساز بوده است. کشورهای خاورمیانه و حتی شمال آفریقا در طی چندین قرن همیشه تحت تأثیر فرهنگ و هنر فرانسه قرار گرفتند و در این بین پاریس تبدیل به ایدئال فرهنگسازان کشورهای جهان سوم در آمده است. در کشور ما در آغاز به دلیل حضور چند جهانگرد و تاریخ نگار فرانسوی، پادشاهان قاجار شیفته علم و فرهنگ فرانسویان شدند. زمانی که عباس میرزا ولیعهد فتحعلی‌شاه تصمیم گرفت جوانانی را جهت تحصیل به فرنگ بفرستد، هدف اولش همان پاریس بود که از آن شنیده بود ولی ندیده بود. به هر حال از 200 سال قبل ایرانیان پاریس را بهشت موعود فرهنگ و دانش می دانستند تا ناصرالدین شاه به عنوان شاه ایران سفرهای پرخرج آن زمان خود را به اروپا آغاز کرد که طی این سفرها دوربین عکاسی و فیلمبرداری را نیز با خود به ایران آورد. او چنان شیفته فرهنگ فرنگ شده بود که چندین بار به اروپا مخصوصا پاریس مسافرت کرد و در یکی از این مسافرت‌ها که عاشق متاهای اروپایی و حتی دکمه‌های لباس و طرح‌های روی آن شده بود، متسازی از طراحان دکمه که بلژیکی بود به او پیشنهاد لباسی را با طرح دکمه‌های کارخانه خودش کرد و شاه پذیرفت و آن لباس مجلل را به تن کرد. ناصرالدین شاه حتی پذیرفت که به عنوان مانکن لباس دکمه‌های این مدیست اروپایی را به نمایش بگذارد. در این بین از او تقاضا شد که با این لباس پر دکمه از او عکسی گرفته شود. ناصرالدین شاه هم قبول کرد ولی گفت به شرط اینکه پس از گرفتن عکس دوربین عکاسی را صاحب شود، که مدیست سرشناس پس از عکاسی دوربین را به پادشاه ایران هدیه داد و او با خود این دوربین را به ایران آورد. حالا غرض از این ماجرا علاقه آن زمان ایرانیان به فرهنگ فرانسه بود که مظفرالدین شاه هم پسر ناصرالدین شاه همان نو سفرها را به پاریس ادامه داد و پس از او احمد شاه هم که شیفته پاریس شده بود در همانجا ماند و حتی از قید تاج سلطنتی هم گذشت. بد نیست بدانید که او در پاریس یک بنگاه معاملات املاک را انداخت و تا پایان عمر خود که 34 سال بود به عنوان پاریزیان در پاریس زندگی کرد. اما از قید شاهان که بگذاریم، روشنفکران ایرانی هم از 100 سال قبل به دنبال فرهنگ نوین غربی راهی پاریس شده بودند که در رأس همه آنها ما صادق هدایت را می‌شناسیم که در امر داستان نویسی یا نوول نویسی ما ایرانیان نقش با اهمیتی داشته است. در اصل او آوانگارد و از پیشگامان داستان نویسی نوین در کشور ما بوده است و اما 25 سال پیش به یک بار ما متوجه شدیم که خواهر صادق هدایت در پاریس حضور دارد، خانم اخترالملوک هدایت، خواهر 94 ساله هدایت. طی ملاقاتی با او که البته فامیل او هم در کنارش بود و آنها اجازه ندادند که از آنها فیلم برداری شود چون با ایران در رفت آمد بودند، به هر حال خود خواهر صادق هدایت قبول کرد که سخن بگوید. دوستانشون گاهی می آمدن به سراغش، راه اتاقش علاهده بود، هیچ کس آمده رفت اونو نمیدید، می آمد بیر اتاق. دوستش هم از همون راه می آمد اتاقش، به اونجا صفحه های موزیک اروپایی میذاشتن. موزیک اروپایی خیلی دوست داشت. صفحه میذاشت و گوشی عرقش هم میذاشت و آجیل هم میذاشت. از دوستش پذیرایی میکرد. بعد هم با هم میرفتن گردش. یک کافه ای هم بود در خیابون اسلامبول. رئیسش یه ارمنی بود. اونجا یک میز همیشه مال صادق هدایت. یک میز همیشه برای اون نگه میداشت. از که میشد یعنی پاتوقش اونجا بود؟ بله، پاتوق اونجا بود که دوستانش هر کدوم بخوان اونو ببینن باید بیان دور اون میز. خودش هم میرفت میشست، دوستانش هم میرفتن اونجا، میگفتن و میخندیدن و شوخی میکردن و مسخره‌گی میکردن و
از سیاست حرف می زدن و نمی زدن و هر کاری می کردن پای اون میز بود. هر کدوم هر چی می خواستن دستور می دادن اون صاحب اون کافه براشون می خواست. بد نیست بدانید موقعی که از روی کنجکاوی از او پرسیدیم اگر صادق هدایت امروز زنده بود در مورد حکومت ملایان چه نظری می داد؟ گفت رسیدن این آخونده و خمینی خودکشی می کرد. اصلا تحمل اینا رو نداشت، تحمل خمینی رو نداشت، تحمل این جنایت ها رو نداشت، نمی تونست تحمل بکنی. به هر حال صادق هدایت هم تا به زندگی در آن دوران متلاطمه دو فرهنگی را نداشت و در پاریس به زندگی خود پایان داد. ولی امروز ده ها و شاید صد ها ایرانی فرهیخته فرهنگ و هنر و ادب فرانسه در این کشور زندگی می کنند و از آنجایی که فرانسه مهد تمدن و دموکراسی جهان است، پاریس نیز اکثر کوشندگان حقوق بشر را نیز در گرد خود جمع آورده. و به همین دلیل هم ما طی هفته گذشته شاهد اعطای یکی از معتبرترین جوایز فرانسه یعنی نشان شوالیه به یک هموطن کوشای حقوق بشر بودیم، آقای دکتر کریم لاهیجی. آقای لاهیجی که با سمت رئیس جامعه های حقوق بشر در پاریس فعال است به دریافت این نشانه پر افتخار نائل شد. دکتر لاهیجی طی این دوران غربت نشینی با همت فراوان پیگیر مسائل حقوق بشری ما ایرانیان کوش کننده در خارج از کشور بوده و هست. با تبریکی به آقای دکتر لاهیجی برای دریافت این نشانه با اهمیت. از این حق شناسی فرانسویان که بگذاریم، بگذارید ما بار دیگر با هم به پاریس برویم. این بار در پاریس می نشینیم پای صحبت دکتر هدایت متین دفتری، حقوقدان و فعال سیاسی که ایشان هم از دیرباز در راه استقرار دموکراسی در کشور ما فعال بوده است. آقای متین دفتری جدا از اینکه نوه شادروان دکتر محمد مصدق است و از آن مرد بزرگ فرهنگ فراوانی را به ارث برده، انسانی است بسیار کوشا که حتی در دوران پس از انقلاب از تلاش‌های خود جهت استقرار دموکراسی و مردم سالاری در ایران کوتاهی نکرده است. برای دیدار با ایشان در تابستان داغ 2015 اروپا این بار به محل کارتیه لاتن پاریس می رویم. آقای متین دفتری، خیلی خوشحالم که یک بار دیگر در پاریس خدمت شما می رسم. بندم به همچنین و انشالله که طوری باشد که این مسافرت ها و این دیدارها ادامه داشته باشه. نظر لطف شماست، خیلی ممنون. و این متین دفتری، همونطور که در جریان هستید اواخر قراردادی بین توافقنامه بین ایران و پنج به علاوه یک امضا شد که هنوز به پایان نرسیده، امضای اولیه بوده که البته میشه گفت توافقی است بین ایران و آمریکا، چون در اصل مشاهده کردیم که این دو در مقابل هم قرار داشتند. خواستم بدونم دیدگاه شما نسبت به این توافقنامه چه است؟ من فکر نمی کنم که بتونیم به آسونی بگیم که این توافقی است بین فقط ایران و امریکا، هرچند که شش کشور دیگه هم اونجا یا پنج کشور دیگر هم اونجا حضور داشتن، ولی به این خاطر نمیگم. این یه توافق بین المللی است، توافق بی سابقه یا کم سابقه بین المللی است. شما به عنوان حقوقدان به اون نگاه که یک سمتش تقریبا بخش عمده ای از دنیا قرار گرفته و یک سمتش یک رژیمی به نام رژیم جمهوری اسلامی. بله، ولی خب به هر حال من اگه عرض کردم ایران و آمریکا، برای اینکه سالها بود این رابطه بین ایران و آمریکا وجود نداشت و این توافقنامه باعث شد که اینها بتونن در مقابل هم بنشینن و در جلسات هم انسان میدید که یک جورهایی در مقابل هم هستن. به هر حال نظر شما راجع به این توافقنامه چه است؟ البته به شما عرض بکنم که این ممکنه که نتیجهش
ایجاد روابط سیاسی هم بین دو کشور بشه. ولی بازتاب این توافق و آثارش مربوط میشه به بسیاری از کشورهای دنیا که مدعی این قضایا هستن و دنبال این قضایا بودن، و چه در منطقه و چه در جاهای دیگه. یعنی شما این رو به عنوان یه توافق بین المللی بایستی تلقی بکنید. البته آثاری که نسبت به روابط اینها با امریکا درش هست، خب در شکی نیستش، من تردیدی ندارم. بله متوجه منظور شما هستم. فکر میکنید که به نفع ایران هست که یک چنین توافق نامه ای رو پس از 10-11 سال زحمت کشیدن و مشاجره این رو به این مرحله رسونده؟ خب ببینید، مسئله اینست که مقصود شما از ایران چیه؟ جمهوری اسلامی. مقصود شما از ایران مردم ایرانند؟ خیر. یا اینکه رژیم جمهوری اسلامی؟ ببینید، رژیم جمهوری اسلامی طی سالهای طولانی در این چند ساله که ما میبینیم با ثروت مملکت، یعنی ثروت مردم، با تمام ذخایر مملکت، مملکت ما رو بیش از اون چه که در گذشته در تخریب شرکت داشته بیشتر به سوی ورطه هلاکت برده. و الان به یه نقطه رسیدن که میبینن که خودشون هم با مردم ایران و با کشور ما و با تمامیت ما با هم نابود خواهند شد اگر توافقی نکنند. یعنی این توافق در واقع یک نوع تسلیمه، یک نوع کاپیتولاسیونه در مقابل بر اساس زشتکاری های این چند ساله و برنامه هایی که اصلا مسخره است و در دنیای امروز صحبتش بیمعناست. در دور یک دور قبلی این مذاکرات بود، با من کسی صحبت میکرد، من گفتم که آقا ببینین، مسئله اینیست که اینها یه بازی سیاسیه و بازی قدرته و بازی است که میخواهند این بسط با شارلاتان بازی و با سیاه بازی، بیشتر سیاه بازی تا هر چیز دیگه، با سیاه بازی از خودشون یک مجسمه قدرت بسازن. اگر رژیم ایران حسن نیت داشت که نداره و به هر حال در مسائل بین المللی فقط مسائل خاص ایدئولوژیک خودش و منافع خاص خودش رو میبینه، اگه این داشتش رژیم ایران هیچگاه پا در این ورطه نمیگذاشت. پا گذاشتن در این ورطه یعنی حرکت به سوی فلاکت، یعنی به مصداق شعر معروف ما، یکی بر سر شاخه بن میبرید، خداوند بستان نظر کرد و دید. اینها بر سر شاخه بن میبریدند، یعنی خودشون هم با این به هلاکت میرسیدند وقتی این شاخه میشکست. نه تنها مردم رو به هلاکت میرسوندن، مملکت ما رو از بین میبردن و نابود میکردن، هم اکنون مملکت ما رو سالهای سال اینها به عقب بردن. درست است که ایران یک قدرت منطقه‌ایه، ولی این قدرت منطقی حد و حدودی داره و زمینه‌هایی داره. الان به نقطه رسیده بودن که ناچار بودن که تن به یک همچین قرار دادی بدن. فقط تنها نکته تسلی بخش در این توافقنامه که من می‌بینم، من اصلا به موادش کار ندارم، به موادش، به جزئیاتش، به فصل بندیش، به ایناش اصلا فعلا کار ندارم، اصلا کار ندارم. ولی نکته خیلی مثبتی که من در این میبینم این است که این لااقل وقتی که به تصویب نهایی برسه، یک آرامش خیال برای تمام مردم ایران ایجاد خواهد کرد، از این لحاظ که مطمئن میشن که لااقل یا فعلا به مملکت ما حمله نخواهد شد، مملکت ما میدان جنگ نخواهد شد، مملکت ما مانند عراق یا مانند سوریه یا مانند سایر یا مانند لیبی وجه المصالحه قرار نخواهد گرفت و ما نابود نخواهیم شد. ایران همیشه زنده بوده، باید هم زنده بماند. پس شما نظرتون این هست که به نفع رژیم تهران بوده و به نفع ملت ایران، به هر حال چون اگر دگرگونی پیش بیاد رژیم هم به نابودی کشیده میشد. رژیم تهران ناچار بود که این کار رو بکنه به دلیل اینکه به مراحل آخرش رسیده بود. شوخی نیست، تحریم هایی که شده از کمترین شهروند ایرانی رو که نه سرمایه ای داره نه هر چیز تحت فشار قرار داده تا این امپراتوری بزرگ مالی که برای خودشون ساختن.
تا یه جایی تا یه حدی میشه پول قاچاق کرد، تا یه جایی تا یه حدی میشه پول شستشو کرد، تا یه جایی تا یه حدی میشه با دلال بازی کارها رو به پیش برد و با سیاه‌بازی به کار رو به پیش برد. ولی از یه نقطه‌ای به بعد شما نه تنها شاخرش بریدید و شکستید و شاخه به پایین میره یا درخت اصلا با شما به پایین میره میاد، خودتون هم به ورطه هلاکت میرسید. شما این یه در واقع یه قراردادی بود بعد از یک شکست اساسی بین المللی که به موقع رسیدن که یک چیزهایی باشه جمع بکنن و موجودیت خودشون رو حفظ بکنن. متاسفانه برای مردم ایران موجودیت اینها حفظ میشه، ولی لااقل در این مرحله راحتی و آسایش خیال مردم ایران از اینکه به این مملکت حمله نخواهد شد، اینکه اگر ما میبینیم، من دیدم بعضی حتی صحبتهایی کردن که شأن قضیه نبوده، راجب خوشحالی مردم، راجب جشنگیری مردم و پایکوبیشون بعد از این قرارداد، بنده اینها رو دیدم. این یه واقعیته و این یه واقعیت. اون مردم هیچ کدومشون این رژیم رو نمیخوان. از ته قلبشون شما برین صحبت بکنین حتما اینها رو نمیخوان. تحت فشارشون قرار داشتن، محدودیت هاشون رو دیدن، معارضشون رو با مدنیت معاصر دیدن و تمام اینها رو. ولی این مردم در این حال وقتی که اینها به نتیجه رسیدن یا برسن در مورد این قرارداد، خوشحال هستند و خوشحالتر میشوند اگر به نتیجه برسه، به دلیل اینکه خطر عمده و اساسی از مملکت ما، از بالای سر مملکت ما رد میشه. یعنی همون جنگ. که خب ما اگر 20 سال پیش من بخواستم این حرفو بزنم ممکن بود یه به من بخندن، ولی الان ما نمونه هاشو تو دنیا دیدیم. مسئله اساسی اگر اینها حسن نیت داشتن، اگر میخواستن در زمینه مدنیت معاصر صحبت بکنن، در زمینه احتیاجات امروز دنیا صحبت بکنن، این نبود که بیان به ظاهر در یک جنگ اسلحه، در یک رقابت برای مسلح شدن و اینها به این صورت شرکت بکنن. اینا بایستی میومدن برای صلح عمل میکردن، بایستی میومدن تقاضای خلع سلاح هسته‌ای تمام دنیا رو میکردن. حالا ببینیم زیباتر بود شما صحبت از خلع سلاح اسرائیل بکنیم تا اینکه بگیم ما میخوایم مسلح بشیم و خاورمیانه رو با آتش بکشونیم و با آتش بیشتر بکشونیم. این اصلا منطقی به نظر نمیرسه. فقط نفهمی قدرت طلبی و قدرت بیش از حد، به هر حال جنون هم به همراهش داره و رژیم ایران و سران رژیم ایران به ورطه جنون رسیدن. خب هنوز یه مغزای عاقل وجود داره اونجا، یه کاری که به هر حال بگن که آقا بهتر است که هر سر قضیه رو بگیریم منفعته، بریم وارد یه قضیه بشیم، کنترل در آینده خواهد بود، فلان تمام این مشکلات خواهد بود و ما میراث خوبی هم برای مردم ایران، اگر یه روز این مردم واقعا آزاد بشن، میراث خوبی برای مردم ایران به جا نمیگذارن. ولی الان راحت خیال، الان مسئله جنگ منتفی شده و من خوشحالم. خب ادعی هم معتقدن آقای متین دفتری که این پولهای فراوانی که در خارج ایران داره و احیانا رفع این تحریم ها ممکنه یاری بده که حکومت باز قدرت بیشتری پیدا کنه و بیشتر تحمیل بکنه به ملت ایران. در این مورد چی فکر میکنید؟ والا در این مورد موقعی که آثارش پیدا بشه بیشتر بهتر میشه صحبت کرد تا الان. یعنی پیشبینی میکنید که عملی نیست؟ من فکر نمیکنم که این حماقت رو داشته باشن در این شرایطی که در دنیا هست. الان اینها یه قدرت خاورمیانه، قدرت محلی هستن و در صحنه بین المللی هم میتونستند که خیلی مهمتر و مهم باشن که الان نیستند و خیلی عقب افتادن از خیلی از مسائل. ولی کن دور و اطراف و اطرافشون هم نگاه میکنن و میبینن که همین شیخ نشین های بسیار بیمقدار تا خرخرهشون تو اصل هست، توی تسلیحاته، توی مسلح شدنه. از اون طرف عربستان سعودی است، از طرف که دیگران هستن. اینها فکر میکنم این حرفهایی که زده میشه بیشتر از سوی همون جناح راستی است که میخواست به ایران
حمله بشه و به ایران بجنگن. و یعنی منابع ایران هرچند یه دیستر تو ثروت‌های عجیب و غریب تو مملکت ما دارن میغلطن، ولی ولی ثروت اینها و منافع اینها در این نیستش که بیان و پول خرج بکنن برن چیکار بکنن. حالا تازه در اون خاورمیانه خود اینها موندن توش. از یه طرف شما داعش رو دارید با تمام اون جنایاتی که داره انجام میده، از یه طرف هم خب دیگران رو دارین که اکنون که داعش پدید آمده مثل فرشته شده، به عنوان فرشته بهشون نگاه میکنن. و مسئله خیلی بغرنجتر از اینه. یعنی من اعتقاد دارم این بیان که گفته میشه اینها با پولشون با فلانشون میرن نمیدونم حزب الله لبنان رو تقویت میکنن، چی رو تقویت میکنن، چی رو تقویت میکنن، خیلی بیشتر از امروز نخواهد بود. صحیح. یه همچین نظری. اینها اون پول رو امروز هم دارن، دیروز هم داشتند و تا اونجایی که لازم بوده این کار رو انجام دادن. ولی به کجا رسیده؟ آقای مزین دفتری، خیلی ممنون از وقتی که شما من دادید و در رابطه با این قرارداد جدید یا توافق بین ایران و پنج به علاوه یک به آمریکا نظرتون فرمودید. خیلی ممنون. قربان شما. از طیف کسانی که در پاریس تحصیل کردند و امروز در اقصا نقاط جهان زندگی میکنند به روشنفکران زیادی برمیخوریم. یکی از این فعالان سیاسی که از دبیران جنبش دانشجویی در پاریس نیز بوده است دکتر کاظم کردوانی است. این بار در این تابستان داغ اروپا برای دیدار با این پاریس نشین سابق به شهر برلین پایتخت آلمان میرویم. آقای دکتر کردوانی، این توافقی که چندی پیش توافق هسته‌ای رو عرض میکنم انجام شد بین ایران و دول غربی، فکر میکنید چه تأثیری روی وضع اجتماعی و سیاسی ملت داخل کشور داشته باشه؟ ببینید، این رو از دو جنبه میشه دید. یک جنبه بیرونی هست، روابط بیرون هست، یک جنبه درون جامعه ماست. واقعیت این است که این توافق به نفع ملت ایران بود و هست، به نفع منافع ملی ماست. سایه یک جنگ احتمالی رو از سر ملت در واقع کم کرد. اصولا این در واقع پولهای گزافی که برای همین کار داده میشد فعلا خب دیگه قطع میشه. بعد ایران میتوانه، اگر اراده در حکومت باشه، ایران میتوانه اون جایگاه شایسته‌ای که در جهان دارد رو آروم آروم پیدا بکنه. و یه مسئله رو باید در نظر بگیریم که صرف نظر از این که چه حکومتی بر ایران حاکم هست، خواه شاه باشه خواه جمهوری حکومت اسلامی باشه، ما یه منافع ملی داریم. این منافع ملی که شامل حال تمامیت ارضی ماست و موقعیت ایران و حفظ به اصطلاح منافع ایران هست، این مستقل از حکومت هست. و بسیار مهمه که ما به این مسئله توجه بکنیم که هر اقدامی که انجام میشه در سطح حکومت آیا به این منافع ملی ما کمک میکنی یا نه، خواه اپوزیسیون باشیم یا نباشیم، خواه موافق باشیم یا نباشیم، در نتیجه این به نفع منافع ملی ماست. مورد بعد من فکر میکنم که تأثیرات، حالا شاید روزهای اول، تو ماهای اول، حتی سال اول دوم دیده نشه، تأثیراتی که برای ایران خواهد داشت، برجد امر غیر طبیعیه که میان ایران به عنوان قدرت بزرگ منطقه یا دست کم یکی از بزرگترین قدرت‌های منطقه و کشوری نظیر آمریکا که بزرگترین قدرت جهانی رابطه نباشه. اصلا خود این امر غیر طبیعیه. در نتیجه برقراری رابطه با آمریکا و با مجموعه جهان یه رابطه معین، مشخص و عادی، این به نفع ملت ایرانه و مجبور میکنه در حقیقت حکومت رو به رغم همه مشکلاتی که هست به هر جهت گردن بگذاره به یک قوانین بین‌المللی. هر چقدر هم که بخواد فرار بکنه از این به اصطلاح تبعیت از قوانین بین‌المللی، ولی به هر جهت چارچوب جهان طوری است، چه در حوزه
به اصطلاح مسائل مالی همه اینایی که هست، جهان چنان در هم تنیده است که زمانی که کسی در این جهان هست باید تبعیت بکنه از یه سری قوانین، کما اینکه ما دیدیم که این عدم تبعیت ایران از قوانین جهانی این همه بلا بر سر ما تا به امروز آورد. بعد یه تغییر گفتمان به وجود میاد در ایران. این تغییر گفتمان این است که دیگه حکومت نمیتونه بر مبنای فقط غرب ستیزی تمام کارهای خودش انجام بده، یعنی نمیتواند مثل گذشته بگوید که جهان با ما دشمنه، غرب با ما دشمنه و در نتیجه تمام این با خلق دشمن در واقع آزادی‌های درونی رو محدود بکنه کما اینکه تا به امروز کرده. منظورم این نیست که حکومت عوض میشه، منظورم این نیست که سیاست حکومت واقعا سیاستی میشه که من و شما این نوعی آرزوش میکنیم، ولی به هر جهت این تغییر و گفتمان در جامعه ایران به وجود میاد و حتی اگر حکومت میدونیم که دست نخواهد کشید از این ماجرا، ولی به هر جهت که خریدار نداره این گفتمان و آرام آرام تغییری در درون این گفتمان به اصطلاح این از این زاویه گفتمانی در جامعه ما بود. یه مسئله من تصورم این است که در حکومت‌های نظیر حکومت ما سابقا اینطور نشون میده که زمانی که توافق میشه با جهان با غرب، همین رو ما بعد از به اصطلاح صلح دیدیم در جنگ عراق علیه ایران، سرکوب درونی زیاد شد و میتوانه و امیدواریم که این بار این اتفاق نیفته که در واقع برای جبران این شکست از نگاه حکومت این شکست در سطح جهان در واقع تلافیش رو بر سر مردم بیارن. امیدواریم این بار اتفاق نیفته. منتها این اتفاق مبارکی که به وقوع پیوسته نباید هوشیاری ما رو کم بکنه، یعنی ما جریان جامعه مدنی ایران باید بیش از پیش در واقع فعال بشه در جامعه ایران. یعنی واضحه که حکومت به خواست مردم گردن نمیگذره، واضحه که آزادی های حتی مصرح در همین قانون اساسی را هم اعمال نخواهد کرد. منتها فقط و فقط اگر جامعه مدنی ایران قوی بشه، بتونه عمل بکنه و خواستاشو هرچه سریعتر بیان بکنه و با سازماندهی این جریان جامعه مدنی در ایران، نهادهای مدنی در ایران، ما بتوانیم در واقع به اون بخش از آزادی‌های ممکنی که می‌شود در چارچوب یک حکومتی نظیر حکومت ایران رسید بهش برسیم. در نتیجه وظیفه ما از این جنبه من فکر می‌کنم مجموعه فعالان، مجموعه کنشگران جامعه مدنی وظایفشون خیلی سنگین‌تر شده. خب ببینید، بله، عده‌ای معتقدند با این پول زیادی که پس از این توافق سرازیر شده به جیب حکومت، با این میتونه حتی یه قدرت بیشتری داشته باشه در رابطه با سرکوب. در این مورد شما چی فکر میکنید؟ ببینید، حقیقت اینه که سرکوب مردم این پولا احتیاج نداره، با مقدار خیلی کمتر از این پولا هم میتونه حکومت سرکوب انجام بده، چون آن کسانی که مقابل حکومت ایستادن مردم که اسلحه ندارن، جنگی وجود نداره که مثلا خرید اسلحه توش باشه، اینا وجود نداره. در واقع مسئله پول اینجا تعیین کننده نیست به نظر من. مسئله این است که بحثی که میکنن که این امکانات در واقع دولت قوی تر بشه و بتونه با اتکا به یک جایگاه قوی تری این سیاست سرکوب رو ادامه بده، ولی به نظر من با توجه به تغییرات عمیقی که در جامعه ایران اتفاق افتاده و این مستقل از حکومت، تغییر ساختار خانواده، باسواد شدن مردم، تعداد وسیع دانشجوات، مجموعه اتفاقاتی که در جامعه ما در این سال‌ها اتفاق افتاده، به نظر من روز به روز جامعه ایران مساعدتر داره میشه برای دموکراسی، برای آزادی، و من فکر میکنم که اگر یه مقدار هوشیاری سیاسی باشه و هوشیاری مدنی باشه،
نهادهای مدنی ایران میتونن از این به بعد با اتکا به موقعیت مناسب تری عمل بکنن، اگر هوشیار باشن، اگر آگاه باشن و اگر بدونن چگونه عمل بکنن. بله، خب تفاوتایی هست این وسط بین دوران قبل از اینکه این توافق انجام گرفت و این دورانی که الان از توافق گذشته. به هر حال دولت یک مقدار خودش رو قوی تر حس میکنه، همونطوری که شاهد هستیم آقای روحانی و اعضای دولتش خودش رو قوی تر حس میکنن، در ارتباط با انتخابات میخوان اعمال نفوذ بکنن. نقش دولت کنونی رو شما در ارتباط با خود ارکان اصلی حکومت که خامنه‌ای و تشکیلات پشت پرده باشه چگونه ارزیابی میکنید؟ ببینید، این اصل طلایی که در تمام کشورهای دموکراتیک در غرب و غیر غرب وجود داره، یعنی اصل تفکیک، یا دقیق‌تر بگم اصل توزیع قوا، این اصل طلایی بر یه بنای استوار شده که این بنای این است که برای رسیدن به دموکراسی و آزادی قدرت باید مقابل قدرت بیسته. و یکی از سطح‌های بزرگ در کشورهایی که استبداد حاکمه این است که قدرت‌های متفاوت وجود ندارد. قدرت دو نوع قدرت دیگه، یک قدرت درون دولتیه، یعنی در درون حکومت، یک قدرت مردم و حکومته. ما الان مشکلی که داریم این است که درسته در قانون اساسی فعلی ما حتی در دوران شاه همین بود که سه قوه داریم، قوه مجری و قوه مقننه و قوه قضاییه، منتها اینا قدرت نبودن مقابل قدرت که بتونن خونسا بکنن زیاده روی های هر بخشی رو. در این یکی از مهمترین مسئله، یعنی بدون این وجود قدرت که بتونه مقابله بکنه با زیاده روی های قدرتی دیگه، این اصل طلایی برقراری آزادی و دموکراسی در جامعه است. از طرف دیگه هم یه قدرت دیگه هم اگر نباشه، و در غرب در جایی که دموکراسی حاکمه اون اگر اون هم نباشه باز دموکراسی ناقصه، اونم قدرت کنترلی است که مردم، نهادهای مدنی، سازمانهای مدنی، احزاب، اینها کنترل میکنن، اینها قدرتن مقابل حکومت. این نیرو که در جمهوری اسلامی وجود نداره. ببینید، به صورت بالفعل نداریم، چون سیاست سرکوب به قدری شدید بوده که تمام احزاب مستقل که قایب بزرگ این 30 سال جامعه ماست، حتی احزاب به اصطلاح خودی هم، نظیر اصلاح طلبان و نظیر ملی مذهبی ها هم، اونا هم در واقع پراکنده هست. سندیکا ها و غیره، سندیکا اصلا شما حق سندیکا، شما بفرمید مثلا الان سندیکای شرکت واحد، تمام سندیکای معلمین، تازه اینی که اصلا در مملکت طبق قانون اعتصاب غیر قانونیه، اعتصاب غیر قانونیه، این خیلی چیز مهمیه، توجه میکنی؟ منتها بالفعل چیزی وجود نداره، منتها امکانات بالقوه موجوده در جامعه ایران، هسته ها و نطفه هایی موجوده در جامعه ایران، این به صورت خیلی مجمع الجزایری در واقع، نهادهای مدنی خیلی زیاده در ایران، خیلی بالاست درصدش، در نتیجه در یک فضای آرام یه مقدار فشار کمتر این جریانات مدنی میتونن رشد بکنن و یه قدرت بشن. این رو ما در دوران اصلاحات، در دورانهای خاتمی دیدیم. درست. یعنی ببینید، این امر کوچیکی نبود، امر آزادی مطبوعات با همین نسبی بودن آزادی، با همین جمهوری حکومت اسلامی، با همین چیزایی که میدیم که توش قطره زنجیره‌ای اتفاق افتاد، خود ما سرکوب شدیم، همه اینها، ولی این کمک کرد، این مطبوعات وسیعی که در اون دوران وجود داشت با همه کنترلایی که روش میشد، همون نهادهای مد از کانون نویسندگان تا بقیه، توجه میکنید؟ بالاخره اینا یه قدرتی بودن توی جامعه، میتونستن تا یه جای فشارهای معینی رو به حکومت وارد بکنن و یه جایی رو حکومت رو وادار بکنن که عقب نشینی بکنه. به نظر من شرایط شکلگیری چنین سازمانهای مدنی امروز خیلی فراوونه توی ایران، به صورت بالقوه وجود دارن. یعنی شاید احزاب معین سیاسی نتونن
امروز پا برسه فعالیت سیاسی بگذارن. ولی نهادهای مدنی به اصطلاح این انجیوها اینا حضور دارن، وجود دارن، از جریانات مربوط به زنان ایران، راجع به محیط زیست، راجع به جریان متفاوتی که هستن. و اصولا اگر یه مقدار فضا باز بشه، برای همین هم باید با یعنی یه با این فلسفه‌ای که هم در درون اپوزیسیون هست هم در درون حکومت که هر چه بدتر بهتر، باید با این دقیقاً مبارزه کرد که این سیاست هر چه بدتر بهتر در واقع جز فاجعه برای جامعه ما تا به امروز چیزی دیگه وجود نداره. به نظر من یه مقدار که فضا آرام بشه، یه مقدار که حداقل آزادی‌های به طورت نسبی داده بشه، جامعه بسیار مستعده. شما فکر بفرمایید اون موقعیتی که باعث شد، اون شرایطی که باعث شد کسی مثل آقای خاتمی که هیچ کس فکر نمیکرد حتی یک ماه قبلش بشه رئیس جمهور، با همه چیزایی که میدونیم، اون جریان بعد دوران احمدی نژاد سرکوب میشه، دوران اولیه بلافاصله یه جریانی مثل جنبش سبز رشد، این سرکوب میشه، فردا الان میتونه یه جنبش نمیدونم آبی نقره‌ای، یعنی یک تغییرات عظیمی در جامعه ایران اتفاق افتاده که این تغییرات عظیم باعث شده مجموعی از رفتارها، خواستها، تمایلات آزادی خواهانه در جامعه ایران رشد بکنه در درون مردم. و این به نظر من مهمترین نقطه قوتی است که برای ماها وجود داره و ما میتونیم امیدوار باشیم به اون تکیه کنیم. منتها اگر دقت بکنیم که گره اصلی در ایران امروز رشد نهادهای مدنی در ایران. با سپاس فراوان از شما. خواهش میکنم من در از شما. خیلی متشکرم. قربان شما. خواهش. دوران سختی فعالیت این بود که ما یک تصوراتی داشتیم در مورد آینده جهان سوسیالیسم و امیدهایی داشتیم، انتظاراتی داشتیم، آرزوهایی داشتیم، اونجوری که ما میخواستیم تحقق پیدا نکرد. من کوچکترین تردیدی در ذهنم ندارم که جمهوری اسلامی از بین میره، به دلیل اینکه جمهوری اسلامی حکومتی است غیر علمی، غیر طبیعی و نامتجانس با خواسته های مملکت. تو سرزمین منی، در منی که در سفرم، منم که میروم اما تویی که میبریم. یه نگاهی کردم به این از شیشه های هواپیما به این تهران، به این ایران که انقدر به اون عشق میورزیدم. امروز ما برای اینکه به خانه خود بازگردیم باید از اشغالگران سپاسگزاری کنیم؟ نه، اما این سؤال رو باید هر ایرانی بگوید و بپرسد که درهای ایران را بر روی بیگانگان گشوده اید، درهای ایران را بر روی ایرانیان کی خواهید گشود؟ با ما باشید تا طی هفته‌های آینده نیز با دیدگاه چندین صاحب نظر سرشناس ایرانی مقیم اروپا بیشتر آشنا شوید. روز خوش. در نگاه به کوچ ایرانیان با ما همراه باشید تا روزی با هم آن را به پایان برسانیم. و ما در غربت همچنان دوره می‌کنیم شب را و روز را هنوز را.